سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستین. روزنامه‌های حکومتی امروز شنبه 24 شهریور عمده‌ترین مطالبشون رو به رفتن یا نرفتن روحانی به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور به بحران‌های اقتصادی و ابراز وحشت از انفجار اجتماعی اختصاص دادن. موضوع بحران منطقه رژیم توی سوریه و یمن هم توی بعضی از روزنامه‌ها برجسته شده. تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز اعتراف و اعزام به شکست رژیم توی اقدامات و نمایش‌های سرکوبگرانه موسوم به امر به معروف بود که آخوند صدیقی تو حرفاش تو جمعه بازار تهران گفت. اغلب این روزنامه‌ها این تیتر عصر ایرانیان رو انتخاب کردند. امر به معروف را از گردن کلفت‌های سیاسی و اقتصادی شروع کنید. توی روزنامه‌های مختلف حکومتی ابراز نگرانی و هشدار نسبت به شرایط انقلابی جامعه رو می‌شنید. روزنامه آرمان با تیتر دمل چرکین مشکلات سرباز کرده است به نقل از حسین کمالی نوشته برخی از گروه‌ها و افراد هنوز ضرورت تغییر در جامعه را احساس نکرده و همچنان در مقابل تغییرات ایستادگی می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر این نوع تفکر در نهایت در فضای اجتماعی به پارادایم مسلط تبدیل شود خطر تغییرات خشونتبار افزایش پیدا می کند و جامعه ایران به سمت رویکردهای رادیکال حرکت خواهد کرد. رسالت هم از باند خامنه اعتراف آخوند کعبی عضو خبرگان ارتجاع مبنی بر نفرت مردم از به اصطلاح مسئولان رو انعکاس داده که گفته باید فضای امید و اعتماد بین مردم و مسئولان تقویت شود. روزنامه ایران ارگان دولت روحانی هم ابراز نگرانی های تاج‌زاده مهره باند آخوند خاتمی رو انعکاس داده که از جمله گفته متاسفانه امید مردم به آینده به شدت کاهش پیدا کرده و این خطرناک است. این کارگزار حکومتی در ادامه گفته که خوابهای شومی برای ما دیدن، مشکلات هم روی هم انباشته شده و با بی‌اعتمادی مردم مصادف شده است. فضای باز مجازی را هم باید به این مسائل اضافه کرد. این وضعیت استثنایی است. ما هیچگاه این مشکلات را با هم یک جا نداشتیم. روزنامه حکومتی اعتماد هم ضمن اذعان به ناکارآمدی مزمن و ساختارمند هشدار داده که اتفاقاتی که در دیماه رخ داد نوعی از شورش اجتماعی بود. در فضای مجازی عده‌ای که خود را برانداز می‌خوانند تلاش می‌کنند تا تغییر را با چنین ادبیاتی نمایندگی کنند. بریم سراغ یه موضوع دیگه که حملات روزنامه‌های باند ولی‌فقیه ارتجاع به باند آخوند روحانی و دولتش در عرصه‌های مختلفه که توی روزنامه‌های 24 شهریور دیده میشه. کیهان خامنه‌ای نوشته با توجه به اینکه مسئولان سابق بانک مرکزی از جمله خود سیف در حال حاضر در برابر پرسش‌های جدی قرار دارند اقدام حسن روحانی برای ایجاد یک حاشیه امن برای سیف نه تنها سوالات مربوط به عملکرد سیف را بی پاسخ گذاشته است بلکه بدبینی به رئیس جمهور را بیشتر کرده است. روزنامه افکارم به نقل از حاجی دلیگانی نوشته دیپلماسی اقتصادی ضعیف است. خوب نگاهی هم به تیترهای مربوط به انزوای جهانی و منطقه‌ای رژیم بندازیم که توی تیترهای مختلف روزنامه‌های هر دو باند دیده میشه. برای نمونه به سه تیتر پشت سر هم توی روزنامه ابرار نگاهی بندازیم. ادعاهای سفیر امارات در آمریکا علیه ایران. واکنش وزارت کشور بحرین به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه. مخالفت دولت اقلیم کردستان با درخواست سرلشکر باقری. بله رسیدیم به پایان مرور امروزمون به روزنامه حکومتی. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید.